عرفان خزائی 30 شهریور در شهریار با شلیک مستقیم گلوله مزدوران حکومتی به سرش در راه آزادی جاودانه شد. عرفان جوانی آگاه و لبریز از شور عشق زندگی بود. جوانی شجاع، زاده کرمانشاه، دیار دلاوران کرد که خودش عاشق آنجا بود. عاشق ایرانش و تاریخچه پرشکوه آن در زمان کوروش عادل و دادگستر. عرفان آگاهی و انتخاب زندگی را با هم در وجودش داشت. اهل نشستن و انتظار نبود. او از عدالت کوروش، با مرام بودن و جوانمردی تختی، از انسانیت و فدا کردن همه هستی برای نیازمندان و محرومان، بدون هیچ چشم داشتی، فقط به دلیل مسئولیت انسانی، سخنها از خودش به یادگار گذاشته و از جمله نوشته بود: با وجدان و انسانیت زندگی کن، نه به اسم خدا و بی وجدانی و بدون انسانیت. چرا باید از یه اسم بترسی تا وقتی وجدان و انسانیت داری؟ عرفان و قلب پر از مهرش از سختی زندگی مردم رنج می کشید و جنایت و چپاول این حاکمیت خونریز را می دید و می دانست که باید آستین بالا زد، چون ما مردم ایران هستیم که سرنوشت خودمان را رقم می زنیم و باید خود را از شر این حاکمیت نجات دهیم. او با خشمی در قلمش برآشفته از بغض هموطن محرومش نوشته بود: جمهوری اسلامی به هر طریقی که می تونه جیب مردم را می زنه و با وعده و وعید و دروغ و انتظار پول مردم رو بالا میکشه. بالاخره که نوبت ما هم میرسه. باید جواب تک تک این بغض‌ها رو بدن. فقط و فقط هم به دست خود مردم. عرفان قهرمان همراه مردمش برای جنگ راهی میدان شد. برای گرفتن حق مردم محروم و رنج کشیدش و جانش را برای مردم ایران فدا کرد. پیکر عرفان در ازای مبلغ کلانی به سختی به خانواده‌اش داده شد برای ایجاد ترس و وحشت. اما قاتلان نمی دانند که هرچه ترس کاشتند شجاعت تکثیر شد و خون عرفان و دیگر قهرمانان جان فدا کرده در راه آزادی و سربلندی ایران در وجود میلیون‌ها ایرانی می جوشد و می خروشد تا روز آزادی.